بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما نازنینای ما. خدا کنه که همه ایتان خوش و سر حال باشین. شاگردای نازنین و دوست داشتنی ما، ما از رای دور درس امرای شما آغاز میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر از این که خطر کرونا همه ما و شما را تهدید میکنه. به امید از این که همه روزه حرفای مرا گوش بگیرین و دستایتان با آب و صابون مکررن بشوین. چی میکنیم؟ درس امروزی ما را آغاز میکنیم. آفرین شاگرد عزیز و نازنین ما، خدا کنه که امرای ما در درسای گذشته خسته نشده باشیم. به همی امیدواری شروع میکنم به درس جدید امروز ما شما. امروز ساعت درسی ما، مضمون ما دری است و جلسه یا درس چهارم ما را با هم یک جا به پیش میبریم. بله شاگرد عزیز و نازنین ما، همه ایتان کتاب هایتان پیش رویتان باشه با کتابچه و پنسل. کارهای خانگیتان خدا کنه که نوشته کرده باشید و ما کارهای خانگی شما را روزهای پنج شنبه از طریق واتساپ و تلگرام برمروان میکنین و ما اونا را میبینم. در درس گذشته ما شاگرد عزیز یک مرور میکنیم و درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما حرف بی بود. حرف چی بود؟ حرف بی. بله، به حرف بی ما به شما گفته بودم که سه کلمه نوشته کنین. خدا کنه که شما به گپ های استاد خود گوش داده باشین و کارهای خانگی تان نوشته کرده باشین. امروز ما کدام حرف می خوانیم؟ حرف پیرا. حرف چی را می خوانیم؟ حرف پیرا. شما با حروف الف بایدری از صنف گذشته آشنایی دارین. حال ما می خواهیم که با می حروف را که شما با هم یک جای خواندیم و یاد گرفتیم کلمه ها بسازیم. بله، ما کلمه ها می سازیم به حرف چی؟ حرف پ. باید برتان خاطر نشان بسازم که حرف پ می تانه که در شروع کلمه بیایه، می تانه که در وسط کلمه یا مابین کلمه بیایه و می تانه که در آخر کلمه بیایه. یعنی حرف پ در اول، در وسط و در آخر کلمه آمده می تانه. حالا من شروع میکنم با کلمه هایی که روی تخته نوشته شده و در کتاب هایتان هم است. شما ببینید، من میخوانم شما به طرف کتاب هایتان متوجه باشین. بله، حروف ها میخوانیم با هم یک جا. پ، شین، کاف. هجا میکنیم با هم یک جا. پ، پ، شین، شا، کاف، که. یک جای بخوانیم شاگرد عزیز؟ بله، بخوانیم؟ من گوش میگیرم؟ بله، با هم یک جای میخوانیم. چی گفته میشه؟ پشک. چی؟ پشک. شما پشک یک حیوانی است که همه ایتون با اون چی دارین؟ آشنایی دارین و من در تصویرم براتون نشان میدم. پشک ببینید؟ پشک، پشک. دیدین شاگرد عزیز؟ همچنان میتونیم بگویم پرنده، پرنده. حال الفای پشک که در روی کتابتان نوشته است و در تخته ما نوشته کردیم با هم یک جای خواندیم. پ، شین، کاف. چی از پ، شین، کاف ساخته شد؟ یک جا با هم کلمه‌ش تشکیل دادیم. چی شد؟ پشک. بله، حرف دومش هم متوجه باشین. پ، ر، واو، الف، نون، اگردک. با هم یک جا هجا میکنیم. پ، پ، ر، را، واو، وا، الف، ا، نون، نا، ایگردک، ها. یک جای با هم بخوانیم چی میشه؟ پر، و، نا. چی میشه شاگرد عزیز؟ پر، پر، واو، الف، و، نون، دنبک، نا. یک جای با هم بخوانیم. سه بخش شد. یک جای بخوانیم. پر، و، نا. آله تلمه سه اومه متوجه باشین. پ، کاف، اگردک. پ، که، ها. یک جای بخوانیم. پ، که. چی؟ پ، که. بله، باز بگوییم چی؟ پ، که. پ، که. ما شما تابستان چود از پ، که ما شما تمام ما در خانه های خود استفاده میکنیم. حالا یه رسما را متوجه باشیم. این را ما برتان خواندم. حرف پشک بود در اول دیدیم. همچنان ای چی از شاگرد عزیز؟ متوجه شوید؟ پای.
حرف پا با کدام حرف شروع میشه؟ کلمه پا با حرف پ. آله پتلون. پتلون با کدام حرف شروع شد؟ پ. بله. اسب. اسب در کجاش آمد حرف پ؟ در آخر کلمه آمد. اسب. پشک. پشک. دیدین شاگرد عزیز؟ پشک در شروع کلمه حرف پ آمد. و این را میبینین قلم دانی است و این نوک قلم پنسل تان است. پنسل با کدام حرف شروع شد؟ به حرف پ. خدا کنه شاگرده عزیز که شما درس امروز یاد گرفته باشین، همراه با مادر جانتان یک جایی درس را تکرار میکنین و اگر کدام مشکل داشته باشین دوباره همراه ما از طریق یوتیوب یا از طریق